برودی به روشنای دوشنبه شبهای میهن بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب دوشنبه رو میگوشیم با برنامه شامگاهی صفحه یک که همچون همه شب در طول هفته نگاهی خواهد داشت بر اهم مطالب منتشره در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا به روال معمول همه شب نخست گذاری کوتاه خواهم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده و منتخب امشب شهاب حسینی تران علی دوستی و اسقر فرهادی افتخار آفرینان عرصه فرهنگ و هنر ایران در جشنواره کن صدرنشین بیشین روزنامه های امروز تهران بودند همچنین استقبال گسترده از حضور نخست وزیر هند به ایران شتاب و شیب سنگین در محافل سیاسی برای انتخاب رئیس مجلس گمانه ها حول ریاست خبرگان رهبری با فروکش کردن رقابت ها پس از اعلام عدم کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی همچنین نکوداشت سال روز سوم خورداد باز گیری خورم خرمشهر از ارتش صدامی و بالاخره در عرصه هنر نکو داشته یاد هنرمند در زنده میهن زنده یاد پرویز کلانتری تصویرگر نقش های نخست زندگی نسل های مختلف ایرانی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه سوم خرداد ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخوانی اهم مطالب امشب همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت با درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان همینک و در بخش نخست برنامه امشب صفحه یک نگاهی خواهیم داشت بر چند عنوان اصلی در صفحات مختلف روزنامه های امروز و سپس به کنکاش در تحلیل ها و نظرهای منتشره در صفحات میانی خواهیم پرداخت اسقر فرهادی، شهاب حسینی و ترانه علی دوستی کارگردان و بازیگران برجسته و برگزیده ی جشنواره کن هر یک به شکل و شیوهی مهمانان اصلی صفحات اصلی روزنامه پرشمارگان کشور بودند البته منهای روزنامه نزدیک به نهادهای رهبری که گویا خیلی خوشایندشان نیست از جمله آفتاب یزد نوشته بود که تیپ ترانه و شهاب زیر ذره بین بود بانی فیلم از تحسین فرانسوی از سینمای ایرانی خبر داد شهر با نشان دادن شهاب و فرهادی مردان اصلی فیلم فروشنده با اشاره به یک فیلم و دو نخل طلا استقبال این رویداد هنری رفت و مردم سالاری هم از درخشش فروشنده در کن نوشت نکته قابل تأمل در چگونگی باستاب دادن این رویداد مهم و ملی و جهانی بایکوت تا حدود بیرحمانه رسانه های دست راستی بود که گویا همواره از آغاز این سال پس از انقلاب تا کنون هر کنش و رویدادی که موجبات بهجت جمعی و ملی ایرانیان باشد رو بر نمیتابند در این میان روزنامه جامع جمع ارگان مطبوعاتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی که انتظار پوشش این خبر از آن رسانه میرفت هیچ اشاره به آن نکرده بود صدا و سیمایی که هر روز شرم از گذشته است از افول و فروپاشی و کم مخاطبی خود که این روزها تیغ سانسور رو بر صورت همکاران قدیم و جدید خود نیز میکشد. روزنامه کیهان تحت امر رهبری ایران همینطور جوان ارگان نظامیان سپاه پاسداران رسالت روزنامه طیف معتلفه ای های جناه بازار حمایت ارگان قوه قضاییه و دیگر رسانه های تندروی دست راستی همچون سیاست روز و غیرو جز با انتشار یکی دو نقد نگاشت علیه افتخار آفرینان جشنواره کن فرانسه هیچ اشارهی به نیکی این رویداد نکرده بودند. خواستان که در صفحه یک این روزنامه ها حتی هیچ اشاره به آن نشده بود که همه اینها نشانگر میزان اختلاف و شکاف و شقاق ایرانیان با رسانه های تحت امر نهاد رهبری ایران است الا ای حال تحلیل ها و تفسیر ها هم حول این فیلم و شخصیت های اصلی این فیلم بسیار زیاد بود در واقع روزنامه وقایع اتفاقیه به هواشی اشاره کرد به گریه ترانه علی دوستی به هنگام سخنان شهاب حسینی اشاره داشت وقایع اتفاقی در گزارش اصلی با چاپ تصاویر مربوط به این رویداد در صفحه اول از کن نوشته بود که نام فرهادی با فیلم تازهش همراه با اما و اگرهای بسیاری بود وقتی که پای حضورش در جشنواره کن به میان آمد اما و اگرهایی که حالا به نتیجه ای شیرین تبدیل شد از منظر گزارشگر این روزنامه مهمتر آنجا بود که شهاب حسینی بازیگر نقش اول فیلم فروشنده بعد از گرفتن جایزه در میان تشویق هزار و عشقهای همکارش ترانه علی دوستی در سخنان کوتاه با همان فروتنی گفت این جایزه به نوعی از مردم من آمده و به خودشان بر می گردد. این جایزه را با تمام وجود و از اعماق قلبم تقدیم مردم سرزمینم می کنم در ادامه نوشتار و مقالات احمد طالبی نژاد در روزنامه ای ایران نیز یادداشتی منتشر کرد که امروز جشنواره های زیادی در دنیا برگزار می شود که تعدادشان کم نیست اما چند پای تخت سینمای هنری و فرهنگی جهان است این جشنواره اگرچه برای ارتقا بخشیدن به بازار از فیلم سازان و ستاره های آمریکایی دعوت می کند اما در مجموع اعتبار آن را دیگر جشنواره ها ندارند چرا که سکوی پرش فیلم ها به بازارهای جهانی است و فیلمی که در کن جایزه می گیرد اعتبار بیشتری نیز به دست خواهد آورد از منظر این کارشناس سینما یا به تعبیر منتقد سینما این گونه بود که فروشنده اسقر فرهادی امسال درست در شرایطی قرار داشت که طعم گیلاس کیارستمی 19 سال پیش این فیلم هم تا آخرین روزها که فهرست بخش مسابقه اعلام شده بود در لیست قرار نداشت ولی در آخرین لحظه ها رسید و در نهایت هم جایزه یه بهترین فیلم نامه رو به دست آورد ادامه میدهم با دیگر رسانه هم همه این نکات در حالی است که روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران در اوج شادمانی های مردمی و تحسین و ستایش جهانی نسبت به این فیلم و داستان در کارانش نقدی گزنده علیه فرهادی داشت فرهادی و فروشنده مرموز عنوان یکی از گزارش های اصلی این روزنامه بود که به گرایگی و انتقاد علیه فیلم موفق فروشنده اختصاص داشت در گزارش اصلی روزنامه جوان از جمله می‌خواندیم که جشنواره فیلم کندر در 69 نهمین دوره خود به مجالی برای قصه پردازی فرهادی در این رویداد سینمایی تبدیل شده است فرهادی در خاک فرانسوی ها از دشواری های ساخت فیلم در ایران گلایه کرده است که چرا ایران برای فیلم سازی آمریکایی ها جای مناسبی نیست با این حال از نظر فرهادی فیلم ساختن در ایران همچنان دوست داشته نیست نویسنده روزنامه جوان ادامه داده بود که در داخل ایران از آخرین ساخته یه سینمایی فرهادی به عنوان اثری ناشناخته و مرموز یاد می شود فرهادی بعد از ساخت گذشته در فرانسه فروشنده رو در ایران ساخت اما رونمایی از آن رو به جشن برای فیلم کن موکول کرد تا اثرش برای همه در ایران مرموز باقی بماند شاید او دلایل خاصی برای ما ماند از نمایش اولیه یه فیلمش در جشنواره فیلم فجر داشت فیلمی که در دقیقه 90 به جمع پذیرفته شدگان در کن راه پیدا کرد روز در این بین روزنامه قانون اما با انتخاب واژگان خاص کوشید مفهومی تازه و ترکیبی به ذهن مخاطب بفرستد و بر ارتباط واقعه دوم خرداد سال 76 با موفقیت های هنری در ایران پیوندی نرم و ترد برقرار کند ضمن آنکه با مدل تیتربندی شماره امروز هم یادمان دوم خورداد رو گرامی داشت و هم بر دریافت جوایز طلا از سوی کارگردان ایرانی اشاره کرد همان گونه که میبینی دوم خورداد طلایی عنوان اصلی قانون بود که به چگونگی و شرح دریافت جوایز نخل طلای کن از سوی سینماگران ایرانی پرداخته شد از عرصه سینما ثانیه هایی عبور می کنیم و باز با رسد در سپهر سیاست ایران مروری خواهم داشت بر آخرین خبرها و نظرها حول جابجایی قدرت در ایران دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که در واقع به لحظه های سرنوشت ساز انتخاب هیئت رئیسه هر روز نزدیک تر می شوند در خبرگان البته تا حدودی آن شروع و رقابت های پیشینی فروکش کرده است گویا فضای سیاسی این روزهای ایران بسیار به هاشمی رفسنجانی و خانوادهش از فائزه تا خودش قائم به فرد شده و به محضی که در هفته گذشته ایشان اعلام کرد که قصد نامزدی ریاست خبرگان رهبری رو ندارد نوع نگاه ها به خبرگان و رقابت ها تا حدودی معتدل شد و حتی فروکش کرده است در این میان روزنامه آفتاب یزد در یک گزارش پرده تازه از های مجلسی کنار زد این روزنامه نزدیک به طیف تحولخواهان پیشرو به نقل سهیلا جلودار زده خبر داد که تهدید کرده‌اند اگر به عارف رای دهید رد صلاحیت می‌شوید در گزارش روزنامه آفتاب یزد با ابراز گرایگی از برخی از چهره‌هایی که با نام لیست و فهرست امید به مجلس را یافتهاند و همینک به نفع لاریجانی کنار می‌کشند هشدار داده شد که سوی استفاده کنندگان از بلیت اصلاح طلبان به خاطر داشته باشند که باز هم به رأی مردم نیاز پیدا خواهند کرد در سوی دیگر روزنامه آرمان امروز در گزارشی از در واقع گعده های منتخبان مجلس روایت تازه منتشر کرده بود و در امتیازدهی به توافق عارف و لاریجانی به آنها نمره صفر داد و عملا کلید ریاست و دست مستقلین میدانست در این گزارش آرمان به استراتژی جبهه پایداری اشاره شده که با نام لاریجانی در حال کامیابی آتی به نفع گروه های دلواپسان هستند ادامه میدم برنامه رو پی میگیرم با سایر موضوعات برگزیده امشب همون گونه که اشاره نمودم امروز سوم خرداد هست و سالروز آزاد شدن خورم شهر در استان خوزستان از چنگال ارتش صدام که در نوع خود در تاریخ جنگ ایران و عراق یکی از ماندنی ترین خاطرات پیروزمندانه در آن ایام بود و البته که هست در این میان روزنامه های مسلم به اصولگرایان که عمدتا خود رو مدافعین ارزش های انقلاب و مسادرگر فتوحات جنگ هشت ساله می دانند و می با پوشش گسترده تر به این رویداد سعی در احیای فضای نظامی و حتی بعضا فضای امنیتی و جنگی بسان سالهای پیشین بوده اند از جمله روزنامه کیهان که نیم صفحه رو به آزادسازی خرمشهر اختصاص داد و با انتشار جمله از خمینی رهبر انقلابیون سال 57 که گویا گفته بود خورم شهر را خدا آزاد کرد صحنه از حضور علی خامنه ای که با لباس نظامی در منطقه حضور یافته بود را منتشر کرد و یا دیگر روزنامه ها از جمله جوان ارگان نظامیان سپاه پاسداران که این روزها بیشتر سیاسی عمل می کند تا نظامی به صدور بیانیه ای تنها بیانیه کوتاه اکتفا کرده بود اما روزنامه هایم بودن که نگاهی دیگر به خرم شهر داشتند و با لحنی ناقدانه و کنایه آمیز کوشیدن که نقش مسئولین جمهوری اسلامی رو در فراموش کردن این شهر جنگ زده و عدم پیشرفت و آبادانیش برجسته ترس از جمله روزنامه قانون از دوگانه رهایی خورمشهر شهر نوشت که شهر را خدا آزاد کرد مسئولان رها کردند و یا روزنامه ابتکار با انتشار ویژنامه ای برای سال روز آزادسازی خورمشهر شهر گلایه کرد که خونین شهری که خرمشهر شهر نشد که اشاره داشت به عدم رسیدگی و ویرانی های این شهر که هیچگاه از سوی مسئولان جدی گرفته نشد برای آبادانی جالب آنکه سرمقاله اصلی روزنامه ابتکار نیز به عنوان فاتحان فروتن فردا که علاز ظاهر در ستایش رزماوران و نظامیان هشت سال جنگ نوشته شد کوشیده بود بدون ذکر نام و اشاره آشکار به فرماندهان سفاهی منصوب علی خامنه‌ای که این روزها دستی در تمام سطوح قدرت از اسکل سازی تا صدور و قاچاق اسلحه به اقصا،, اقصا نقاط جهان دارند نیشی به نظامیان پروار شده کنونی بزند مهدی نیاکی در سطوری از این یادداشت اینگونه اشاره کرد که چه فروتن بودند اموهای من چه فروتن بودند فاتحانی که دیروز فردا را فتح کرده بودند از سوم خرداد یادمان نظامی آن روزهای ایران گذر می کنم و به دوم خرداد دیگر یادمان کشور یادمان سیاسی تاریخ معاصر ایران یاد می کنیم که آن هم در برخی از روزنامه ها انتشاری تحلیلی داشت تا حدودی روزنامه اعتماد یکی از سیاد داشت اصلی شماره امروز رو با عنوان دوم خورداد و جامعه ای که دیده شد به قلم احمد خورم وزیر راه دولت اصلاحات منتشر کرد خورم در این مقاله اعتماد از جمله نوشته بود که دوم خورداد در دوره خودش به واسطه نتیجه شوک کننده انتخابات تبدیل به پدیده شد اما اینکه چرا بعد از 19 سال به زعم وی همچنان زنده به نظر می رسد حاصل عوامل دیگری است عواملی که می توان آنها رو در دو حوزه کارآمدی و مطالبات عمومی جستجو کرد دولت برآمد از آن انتخابات هرچند شعارهای اجتماعی و سیاسی رو در سرلوحه خود داشت اما در نهایت بهترین کارنامه اقتصادی رو نیز بر جای گذاشت به عبارتی جامعه در این دوران توانست زندگی ساده تر و رفاه بیشتری رو در کند. از منظر این وزیر اهد اصلاحات نرخ بالای رشد اقتصادی و همینطور کاهش چشمگیر نرخ تورم در کنار سرعت گرفتن پروژه های صنعتی هنوز جزو خاطرات پاک نشدنی آن دور است. به عبارتی دولت اصلاحات توانست به شکل بسیار بهتری نسبت به ادوار قبل و البته بعد از خود. به نیازهای اقتصادی جامعه پاسخ مثبت دهد اما در سوی دیگر در حوزه اجتماعی نیز جامعه احساس می کرد گفتمان حاکم برآمده از آن انتخابات انتباق بیشتری با مطالبات عمومی دارد نویسنده مقاله اعتماد در پایان نتیجه گرفت که در یک نگاه کلی و فراگیر باید رمز ماندگاری دوم خورداد رو در این ببینیم که جامعه ما در مخته و بعد از آن در دوران دولت برآمده از این انتخابات احساس به رسمیت شناخته شدن کرد جامعه ای که نیازها و مطالبات متکثری از حوزه اقتصاد گرفته تا فرهنگ و سیاست و غیره رو دارد البته نباید از این هم قافل بود که مقایسه آن دوران با هشت سال پس از آن نیز به زنده شدن یاد دوی خورداد تا چه اندازه کمک کرده است که منظور نویسنده در قیاس تطبیقی هشت سال پس از آن به دوران احمدی نژاد برمیگردد که و هر روی قطعا شهروندان پس از دیدن دوران احمدی نجات گویا افسوس فرصت تاریخی هشت سال اصلاحات رو خوردن که البته با کم و سهل انگاری و عدم جدیت محمد خاتمی آن هم نیز به نوعی به محاق رفت و در واقع ظرفیت اصلاحات و تحول خواهی در ظرف نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش پایین آمد و شکست شد برنامه رو با تحلیلی منطقی و فرامنطقی پی میگیرم هند و ایران که در تمام طول ایام تحریم عهد احمدی نژاد مورد توجه رسانه ها و سیاست مداران بودن خواسته با تجارت یک طرفه اهالی هندوستان با ایرانیان و که در واقع نفت می و پول نمی دادند که البته به خاطر معذوریت های تحریم بود همینک با ورود نخست وزیر این کشور بزرگ جهان بر صدر بسیاری از روزنامه و رسانه داخل و خارج نشست. خاصه روزنامه های اقتصادی و صنعتی به این موضوع توجه بیشتری هم نشان دادند. در این میان روزنامه ایران ارگان دولت ستون اول دفتر شماره امروز رو به این موضوع اختصاص داد و در یادداشتی داشتی به عنوان مسلسی با منافع مشترک به قلم محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد بود که هند به ایران به عنوان دروازه ورود به افغانستان و آسیای میانه می نگرد. این نگرش موجب شده که هند از دیرواز روی بندر چابهار به عنوان تکمیل کننده ی حلقه تجارت خود به آسیای میانه حساب ویژه‌ای باز کند اگرچه در دوران تحریم ها عملا فرصت تحقق این پروژه بزرگ اقتصادی فراهم نشد اما اکنون و در دوره پسابرجام هند اولویت تجارت خود با آسیای میانه رو از طریق افزایش سرمایه گذاری در این بندر بنا نهاده است از منظر نویسنده چابهار به هند کمک خواهد کرد تا با دور زدن پاکستان مستقیما تجارت با افغانستان و آسیای میانه رو در یک مسیر مطمئن تر و همچنین با کاهش سی درصدی هزینه های ترانزیتی از سر گیرد نمیدونم چند از وقت دارم وقت بسیار محدود است اما نمیتوان از یاد عزیز تازه سفر کرده ی عرصه هنر میهن زنده یاد پرویز کلانتری بدون ذکر نام گذر کرد نقاش چیره دست و تاریخ ساز میهن که نقش های کاهگلیش برگ های تاریخ این مرز و بوم است در حالت تصویر و نقشنگاری نگاری روزنامه شرق در یکی از یادداشت های اصلی به قلم ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران در وصف پرویز کلانتری به نکات نکویی اشاره کرد و از جمله نوشت که کلانتری با نقاشی هایش با رنگ هایش و با زندگیش یک عمر برای همه ما الگوی خوشبختی و امید و زندگی و سرشار از شادی و شادمانی بود به زم نویسنده پرویز کلانتری یک عمر سرمشقی بود که چگونه با سختی های زندگی کنار بیاییم لبخند بزنیم و به کار خود ادامه دهیم چگونه با وجود همه جریان های مخالف همچنان بر باورها هنر و اندیشه خود پای فشاریم و چگونه بی به خوردگیری های بی حاصل آینده را بر اساس خلاقیت های خود و دیگران بسازیم یادش گرامی باد و یاد همه ستارگان عرصه سیاست مردمی، هنر و رزماوری ها در دوم خرداد و سوم خرداد گرامی باد و با این یادداشت داشت وقت برنامه امشب ما نیز به پایان رسید. بیننده برنامه انسوی خبر باشید با تازه های از ایران منطقه و جهان با هم می‌بینیم و تا آنگاه شانگاه خوش بدرو